روسیه نیروهای بیشتری رو در خارکیف مستقر کرده آقای ندیمی، به لحاظ نظامی این کار به چه هدفی صورت میگیره؟ البته دقیق تر عرض بکنم، استان خارکیف هنوز روسیه به خود شهر خارکیف به نظر میرسه که نظری خاصی نداره، برای اینکه درگیری هایی که در هفته های گذشته در اونجا اتفاق افتاد نشون داد که مقاومت در اونجا بسیار شدید هست و اگر بخواد خود شهر خارکیف رو با وجود اهمیت بسیار زیاد استراتژیکی خودش بخواد به تصرف در بیاره باید هزینه بسیار زیادی بپردازه. بنابراین تصمیم گرفته که از منطقه شرق خارکیف از حدود 30 کیلومتری خارکیف از شهرهای کوچکتر ایزیوم و سلوویانسک تصمیم گرفته که نوعی ارتباط ایجاد بکنه به منطقه لوهانسک و دونتسک در شرق اوکراین که اونجا حضور بسیار قوی تری داره و همینطور نیروهای جدایی طلب هم بهشون کمک میکنن و این الحاق اونجا ایجاد بکنه و تقریبا موفق بوده، هرچند که درگیری های شدیدی هم در شهر ایزیوم برای نمونه و چند نقطه دیگه در اونجا وجود داره و خب این درگیری ها تا یه حدی انرژی تهاجم روسیه به مناطق تحت اشغال یا تحت کنترل اوکراین از منطقه دانباس رو خواهد گرفت، ولی در نهایت روسیه سعی خواهد کرد با محاصره کردن نیروهای مدافع اوکراینی در مواضع خودشون در شرق اوکراین و منطقه اوکراینی دانباس اونا رو در اونجا تلفات زیادی بهشون وارد بکنن و احتمالاً این اتفاق در روزها و هفته آینده خواهد افتاد. از منطقه جنوب هم خب به هر حال ماریوپول بسیار اهمیت داره که کاملا به اشغال روسیه در بیاد، به نظر میرسه که اون شهر رو به دو قسمت تقسیم کردن و در نهایت در این زمینه موفق خواهند بود. در نتیجه روسیه خواهد توانست شبه جزیره کریمه رو از راه زمینی به خاک روسیه ملحق بکنه و در نتیجه حملات اساسی خودش رو در هفته های آینده از سمت شرق به داخل اوکراین ادامه خواهد داد. شاید در نهایت اگر بتونه به دنیپرو یا زاپور یا شهر اطراف برسه، ولی بیش از این به نظر نمیاد که بخواد فعلا تصمیمی داشته باشه که پیشروی خودش رو ادامه بده، چون از لحاظ لوجستیکی به هیچ وجه امکانش رو نداره و نیروهایی که از سمت کیف جا به جا میشن به سمت شهر باید مدتی طول میکشه تا بتونن با توانشون رو بازیابی کنن. اگر که به سوئد و فنلاند آقای ندیمی بخوان بپیوندن به ناتو، به لحاظ توازن قوا ناتو در مقابل روسیه چطور تغییر میکنه؟ خب طبیعتا تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت به خاطر اینکه فنلاند و سوئد ارتشهای قوی دارند، هرچند که همکاری بین این دو کشور و ناتو در سالهای گذشته وجود داشته. درسته که سیاست عدم تعهد در پیش گرفتن و تا اینکه بتونن در صورتی که جنگی پیش اومد انتخاب ماندن و همچنان حفظ بکنن، ولی همکاری اطلاعاتی و همکاری نظامی بین این دو کشور و ناتو وجود داشته در گذشته. عضویت کامل این کشورها باعث خواهد شد که ناتو بتونه نیروهای خودش رو در اون کشورها مستقر بکنه. نزدیک خواهد شد به منطقه مورمانسک که یکی از پایگاه‌های اصلی دریایی و زیردریایی روسیه در دریای شمال هست، هرچند که از طریق نروژ از پیش این نزدیکی وجود داشته، ولی در مجموع قابل توجه خواهد بود. ولی بیشتر از هر چیزی من فکر می‌کنم تاثیر سیاسی خواهد گذاشت، برای اینکه در پیش از حمله روسیه به اوکراین روسیه فشار می‌آورد به ناتو به اروپا که 14 کشوری که از سال 1997 به عضویت ناتو در آورده شده بودن باید از این پیمان اخراج بشن و ناتو تعهد بکنه که عضویت جدیدی در شرق نخواهد داشت. ولی حالا میبینیم که نه تنها این اتفاق نخواهد افتاد، کشورهای جدید بیشتری هم به ناتو خواهند پیوست، از جمله فنلاند که مرز مستقیم با روسیه داره. بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن.